خب تو این فیلم من در مورد عناصر گروه 1, 2, 14, 17 و فلزهای واسطه براتون توضیح میدم. تک تک این گروه ها رو بررسی میکنیم، با عناصر این گروه ها آشنا میشیم و اینکه واکنش پذیری تو این گروه ها چجوری تغییر میکنه رو با هم بحث میکنیم راجبش. خب گروه 14 جدول دوره‌ای، این گروه شامل عناصریه که به این شکل مرتب شدن. عنصر اول کربونه، زیرش سیلیسیوم، بعد جرمانیوم، SN یعنی قلب و PB یا سوربو داریم. آرایش الکترونی لایه ظرفیت این عناصر به صورت NS2 NP2 است. خب بچه نها کنید، همه عناصر گروه 14 لایه ظرفیتشون به شکل NS2 NP2 خواهد بود. حالا کربن متعلق به دوره 2ه، پس Nش 2 میشه. اون وقت لایه ظرفیت کربن به شکل 2S2 2P2ه. یا برای سیلیسیوم که مال دوره 3ه، این N میشه 3، یعنی 3S2 3P2. نکته بعد، در این گروه کربن نافلز، سیلیسیوم و جرمانیوم شبه فلز و قل و سرب فلز هستند. خب عناصر گروه رو با هم داریم، کربن رو گفتم نافلزه، سیلیسیوم و جرمانیوم شبه فلز، قل و سرب فلزهای گروه 14 رو تشکیل میدن. کربن سطحی تیره دارد و در اثر ضربه خرد می شود. سیلیسیوم و جرمانیوم شبه فلز بوده، رسانایی الکتریکی کمی دارند، شکننده بوده و در اثر ضربه خرد میشوند و در واکنش با دیگر اتم ها الکترون به اشتراک میگذارند. قل و سرب نیز دارای خواص فلزی هستند و هر دو رسانای خوب گرما و الکتریسیته بوده و در واکنش با دیگر اتم ها الکترون از دست میدهند. و اما گروه 1 جدول دوره‌ای، فلزات قلیایی. خب با عناصر گروه 1 آشنا میشیم. اولیش لیتیومه، زیرش Na یعنی سدیم، بعد کا یا پتاسیم، RB یا روبیدیوم، زیر روبیدیوم سزیومو داریم که CS و زیرش باز فرانسیوم یا FR. در مورد عناصر گروه 1 نکاتش رو با هم بررسی کنیم. آرایش الکترونی لایه ظرفیت این عنصرها به صورت NS1 است. خب پس همه این اتم ها لایه بیرونی یا لایه ظرفیتشون NS1 خواهد بود. برای لیتیوم که مال دوره 2 این N میشه 2، یعنی لیتیوم لایه ظرفیتش به شکل 2S1 خواهد بود. برای سدیم که مال دوره 3 میشه 3S1، به ترتیب کا باز میشه 4S1. نکته بعد، فلزهای قلیایی فعالیت شیمیایی زیادی داشته و واکنش پذیرترین عنصرهای فلزی هستند و با از دست دادن یک الکترون ظرفیتی به آرایش الکترونی گاز نجیب دوره قبل خود میرسند. خب ببینید بچه‌ها، همه عنصرهای گروه 1 واکنش پذیری زیادی دارن و در طبیعت به حالت آزاد وجود ندارن. چرا واکنش پذیریشون بالاست؟ چون این اتم ها همونطوری گفتم لایه ظرفیتشون به صورت NS1ه، یعنی تو لایه بیرونی فقط یک الکترون دارن که تمایل دارن اون یه دونه الکترون از دست بدن و تبدیل به یون مثبت بشن. حالا وقتی این یه دونه الکترون از دست دادن، به آرایش الکترونی گاز نجیب بچه‌ها دوره قبلشون میرسن. نکته بعد، در این گروه نیز مانند همه گروه‌های فلزی از بالا به پایین با افزایش شعاع تعداد لایه‌های الکترونی و زیاد شدن شعاع اتمی تمایل به از دست دادن الکترون و فعالیت شیمیایی افزایش می‌یابد. خب از بالا به پایین واکنش پذیری زیاد میشه. چرا؟ چون فلزن همشون دوست دارن الکترون از دست بدن، اونی که پایین تره شعاع بیشتری داره راحت تر الکترون از دست میده. همه این فلزها با گاز کلور واکنش کم و بیش شدیدی میدهند که معادله واکنش کلی این فلزها با گاز کلور به صورت زیر است. M به علاوه Cl2 میدهد MCl به علاوه Q. خب تو این معادله که به شکل نمادی نوشته شده، M یک فلز قلیایی و Q انرژی آزاد شده به صورت نور و گرما است. حالا این حالت کلی معادله فلزات قلیایی با گاز کلوره. به جای M هر کدوم از این فلزها رو میتونیم قرار بدیم. به طور مثال اگه به جای M Na قرار بدم، میشه 2 تا Na به علاوه Cl2 میدهد 2 تا NaCl به علاوه Q که همون انرژی باشه. تولید نور، آزادسازی گرما، تشکیل رسوب
و خروج گاز نشانه‌هایی از تغییر شیمیایی هستند. هر چه شدت نور یا آهنگ خروج گاز آزاد شده بیشتر باشد، واکنش شیمیایی سریع‌تر و شدیدتر بوده و واکنش دهنده فعالیت شیمیایی بیشتری دارد. واکنش پذیری پتاسیم بیشتر از سدیم و لیتیوم است. مقدار انرژی آزاد شده در واکنش پتاسیم با گاز کلور بیشتر بوده و نور بیشتر نیز تولید می شود. خب بچه‌ها، بین این سه تا عنصر سدیم، لیتیوم و پتاسیم، اینا همشون گروه یکن. چون پتاسیم پایین تره پس واکنش پذیریش بیشتره. وقتی واکنش پذیریش بیشتره، توی واکنش با گاز کلور نور و گرمای بیشتری هم تولید میکنه. پس میتونم بنویسم فعالیت شیمیایی K یعنی پتاسیم بیشتر از Na یعنی سدیم، اون هم واکنش پذیریش از لیتیوم بیشتره. به همین شکل میتونم مقایسه کنم شدت نور آزاد شده در واکنش با گاز کلور، K بیشتر از Na و Na بیشتر از لیتیومه. گروه دوی جدول دوره‌ای، فلزات قلیایی خاکی. خب اول با عناصر این گروه آشنا بشیم. گروه دو به ترتیب از بالا به پایین شامل بریلیوم، زیرش باز Mg یا منیزیم، عنصر بعدی کلسیوم، عنصر بعدی باز استرانسیوم رو داریم Sr، زیر استرانسیوم باریوم رو داریم Ba و زیر باریوم باز رادیوم رو داریم Ra. خب نکاتش رو با هم میخونیم. آرایش الکترونی لایه ظرفیت این عنصرها به صورت NS2 است و با از دست دادن دو الکترون ظرفیتی به آرایش الکترونی گاز نجیب دوره قبل خود میرسن. خب ببینید بچه‌ها، همه عناصر این گروه واکنش پذیری بالایی دارن. حالا این عناصر باز فلزن، تمایل به از دست دادن الکترون دارن. هر چی شعاع بیشتر باشه، تمایل به دادن الکترون بیشتره. پس عنصری که پایین‌تره چون شعاع بیشتری داره، واکنش پذیری بیشتری خواهد داشت. حالا این عناصر لایه ظرفیتشون به چه شکلیه؟ گفتم به صورت NS2، یعنی تو لایه بیرونیشون دو تا الکترون دارن. وقتی این دو تا الکترون از دست بدن، به آرایش گاز نجیب دوره قبلشون خواهند رسید. از بالا به پایین با افزایش شعاع اتمی واکنش پذیری بیشتر می شود. عنصرهای این گروه نسبت به فلزهای قلیایی یعنی گروه یک هم دوره خود، شعاع اتمی کوچکتر و فعالیت شیمیایی کمتری دارند. نکته مهم دیگه در مقایسه فلزات قلیایی یعنی گروه یک و گروه دو که قلیایی خاکی باشن، واکنش پذیری گروه یک از گروه دو بیشتره. یعنی از چپ به راست خاصیت فلزی بچه‌ها کاهش پیدا میکنه. پس گروه یک خاصیت فلزی بیشتر نسبت به گروه دو داره و واکنش پذیریش هم بیشتره. فلزها با هم تفاوت دارن. اگرچه همه فلزها در حالتهای کلی رفتارهای مشابهی دارن، اما تفاوتهای قابل توجه میان آنها وجود دارد. به عنوان مثال سه فلز مهم سدیم، آهن و طلا را به صورت زیر مقایسه میکنیم. فعالیت شیمیایی و خصلت فلزی Na بیشتر از Fe، Fe هم بیشتر از Au. خب یه خلاصه بگم، راجع به خواص مشترک فلزها و همچنین نافلزها صحبت کردیم. درسته که همه فلزها یه سری خواص مشترک دارن، اما تفاوت‌های زیادی هم تو نوع واکنششون با هم دارن. از این نظر سه تا عنصر کتاب بررسی می‌کنه: سدیم Na، Fe یعنی آهن و طلا یا Au که واکنش پذیری Na که گروه یک یعنی فلز قلیایی، مسلما واکنش پذیریش از همه اینها بیشتره. بعد عنصر آهن رو دارم که آهن باز فعالیت یا واکنش پذیری بیشتر نسبت به طلا داره و عنصر طلا اصلا میتونم بگم واکنش پذیری نداره و واکنش پذیری بسیار بسیار پایینی خواهد داشت. راجبش توضیح میدم. فلزات گروه یک به دلیل فعالیت شیمیایی بسیار زیاد در طبیعت به حالت آزاد یافت نمیشوند، بلکه به صورت ترکیب وجود دارن. فلز سدیم نرم است و با چاقو بریده میشود. سطح فلز سدیم پس از برش یافتن براق است و دارای جلای نقره‌ای می باشد، اما در مجاورت هوا جلای آن به سرعت از بین رفته و سطح آن کلیر می شود، زیرا به دلیل فعالیت شیمیایی زیاد سدیم اتم های سطح آن با اکسیژن هوا ترکیب شده و به سدیم اکسید که تیره رنگ است تبدیل می شود. خب خلاصه اینکه راجع به سدیم، چون فلز گروه یک واکنش پذیری بالایی داره و تو شرایط معمولی با اکسیژن هوا به سرعت واکنش میده و تبدیل میشه به سدیم اکسید. و اما در مورد اون دوتا فلزی که آهن و طلا بود ادامه شو با هم بخونیم. برخلاف سدیم،
آهن فلزی محکم است و از آن برای ساخت در و پنجره فلزی استفاده می شود. این فلز با اکسیژن هوا در هوای مرطوب به کندی واکنش نشان می دهد و به زنگ آهن تبدیل می شود. نکته بعد، طلا در گذر زمان جلای فلزی خود را حفظ می کند و همچنان خوشرنگ و درخشان باقی می ماند و با اکسیژن هوا واکنش نمی دهد. خب در ادامه واکنش پذیری این سه تا فلز باز اشاره می کنیم، آهن با اکسیژن هوا واکنش میده اما سرعت واکنشش کنده و این واکنش سرعتش پایینه که همون زنگ زدن آهن باشه، و اما طلا که اصلا با اکسیژن هوا واکنش نمیده. گروه 17 جدول دوره یا هالوژن ها. عناصر گروه 17 رو با هم بررسی کنیم. اولیش فلوره، عنصر زیرش باز کلورو داریم، بعد از اون زیرش برومو داریم بی آر، بعد یود و زیر یود باز ای تی یا استاتین رو داریم. خب راجع به استاتین اینو بدونید که یک شپ فلز است و پرتوزا بوده و در طبیعت بسیار کمیاب است. پس تو گروه 17 چهار تا عنصر اول نافلزن، استاتین شپ فلز. بچه نکات این گروه رو با هم بررسی کنیم. یک، آرایش الکترونی لایه ظرفیتی این عنصر به صورت NS2NP5 است. خب پس هالوژن های گروه 17 لایه ظرفیت همشون به صورت NS2NP5 خواهد بود. مثلا فلور که عنصر دوره دومه براش NO2 قرار میدیم میشه 2S2 2P5، یا برای کلور که متعلق به دوره 3 میشه 3S2 3P5. نکته بعدی، هالوژن ها واکنش پذیرترین نافلزات هستند، زیرا در بیرونی ترین لایه خود تنها یک الکترون کمتر از گاز نجیبه پس از خود دارند و تمایل دارند با دریافت یک الکترون به آرایش گاز نجیبه هم دوره خود رسیده و پایدار شوند. خب راجبش توضیح بدم براتون. گازهای نجیب لایه ظرفیتشون به صورت NS2NP6 خواهد بود که اینو توی سال دهم شما داشتید. حالا چون گروه 17 یا هالوژن ها لایه ظرفیتشون به صورت NS2NP5 و اینو نافلزن، تمایل دارن با جذب یک دونه الکترون به آرایش گاز نجیب برسن. چه گاز نجیبی؟ گاز نجیبی که بعد از این عنصرهای گروه 17 و توی دوره خودشون قرار داره. بچه نکته بعد، از بالا به پایین با افزایش شعاع اتمی فعالیت شیمیایی و واکنش پذیری کاهش می‌یابد. همانطوری گفتم توی گروه های نافلزی که گروه 17 جزء گروه های نافلزیه، از بالا به پایین که شعاع داره زیاد میشه تمایل به جذب الکترون کاهش پیدا میکنه، پس عنصر بالایی واکنش پذیری بیشتری داره. هالوژن ها در حالت آزاد به صورت مولکول های دو اتمی دیده میشوند که این عناصر به حالت آزاد به صورت دو اتمی نشون میدیم. به چه شکلی؟ F2 که حالتش گازه، Cl2 که اونم به صورت گازه، Br2 یا بروم که به صورت مایع وجود داره، و Ai2 یا یود که به صورت جامد یعنی S وجود خواهد داشت. واکنش هالوژن ها با گاز هیدروژن به صورت کلی به صورت زیر می باشد که در آن X یک هالوژن است. خب واکنش هیدروژن یعنی H2 با X2، گفتم هالوژن ها تو حالت آزاد دو اتمی هستند که اینو به صورت X2 در نظر گرفتن، تو واکنششون فراورده میشه دو تا HX. حالا X میتونه هر کدوم از این هالوژن ها باشه که یه مثال میزنم. کلور رو در نظر میگیریم، H2 به علاوه به جای X2 من کلور قرار میدم، به علاوه Cl2 توی فراورده دو تا HCl خواهم داشت. این معادله واکنش هیدروژن با هالوژن ها خواهد بود. حالا هالوژن های مختلف رو از نظر واکنش پذیری و شرایط واکنش با گاز هیدروژن با هم بررسی میکنیم. اولیش فلوره، گفتیم فلور واکنش پذیری بالاتری نسبت به بقیه هالوژن ها داره، بنابراین بعد از اون کلورو دارم، زیر کلور بروم و بروم زیرش باز یوده. چون فلور واکنش پذیری بالایی داره حتی در دمای منفی 200 درجه سانتیگراد به سرعت واکنش میده با گاز هیدروژن، و اما کلور واکنش پذیریش از فلور کمتره پس در دمای اتاق به آرامی واکنش میده با گاز هیدروژن. در مورد بروم که واکنش پذیریش باز از کلور کمتره،
نیاز به دمای بالاتری داره. چه دمایی؟ کتاب میگه در دمای 200 درجه سانتیگراد واکنش انجام میشه. و اما در مورد یود که باز واکنش پذیری کمتری نسبت به بروم داره، پس نیاز به دمای بالاتری داره بچه‌ها. پس در دمای بالاتر از 400 درجه سانتیگراد این واکنش انجام میشه.